سلام امیدوارم که خوب باشید ما آرام چه کوکتل تی و امروز اومدیم با رپ هاوشی دیگه و میخوایم بررسی کنیم هاوشی این چند روز رپ فارسی ها قبل از هر چیزی یادتون باشه که حتما کانال سابسکرایب کنید اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید البته دلیل منطقی صحبت دیگه باقی نمیمونه بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم و همونطور که شاید خیلی هاتون بدونید سامان ویلسون و سهراب ام جی تو این هفته یه برند لباس رو رونمایی کردن به اسم آسفالت که به نظر میاد مال زاخار رکورد باشه حالا برای بچهای زد بازی که لباسای با طرحهای اونها یا لوگوی زد بازی ازشون ببینیم اما نکته عجیب غریبی که داشت پریدن شان آسفلت بود به اسم این برند خب اسم شایان آسفالت و میگه که آقا چرا اسم آسفالت گذاشتین روی این برندتون و خوبه که من اسم به هر حال مثلا بیام یه برند بذارم اسمش رو بذارم زد بازی به نظرم واکنشای شان یکم یادی بود چون به حال آسفالت یه اسمی که اسم آسفالت دیگه و خب میشه خیلی جا استفاده کرد اسم مندرآوردی نیست که مثلا بگیم مخصوص شایان استوریاشو با هم می‌بینیم داش اسممو بکشید بیرون برن نرم خب ما خودمون با اسممون کار داریم و مجبور نبود زدبازی قربونش برم انتخاب کنید که بعد خودتون به خیابون خواهشن نشستونید قاطی میکنم ها یه اتفاق عجیبه دیگه داشتیم همونطور که شاید خیلی هاتون بدونید ما قرار بود یه آهنگی رو بشنویم از زاخار رکورد به اسم گنگ صورتی که چهار تا استعداد دختر اون تو بودن اما اتفاق عجیب چی بود این بود که یکی از این استعدادا گفتش که آقا به خاطر ای نبودن برنامه کاری زاخار رکورد من از این تیم جدا شدم و باشون همکاری ندارم که خیلی عجیبه حالا نمیدونیم داستان چی بوده من از خودش هم که پرسیدم جوابی نداد اما امین که منیجر زاخار رکورد و سارا بنجر و هم هست در جواب به این نوشت لطفا بعد از اینکه دلمون سوخت و یه کاری براتون انجام دادیم جوری جواب ندین که کونمون بسوزه که این واکنش یکم عجیب بود و مثلا لحن بیانش حالا نمیدونیم چه اتفاقی افتاده بعد ببینیم خبر بیشتری درز میکنه یا نه توی چند روز گذشته ویناک یه سری عکس از خودش و پایا رو شیر کرد و حتی یکیشونو استوری کرد و نوشت تیمم جنگ و از این داستانا و این عجیبه چرا چون خب ویناک همیشه یه درگیری عجیبی رو داشته با و همیشه خب تو استوری آهنگ و اینا تیکای رو بهش میندازه یعنی هر حرکتی جیدال میکنه ما دیدیم که یه واکنش منفی ویناک نشون میده و خب از اون پایه پایا عضو پایداره و کم عجیب بود این داستان شاید هم پایا در جریان این داستان نیست بر حالا باید ببینیم همکاری بینشون هست یا نه فقط همو دیدن و چهار تا عکس گرفتن همین صفات یه مسابقه استعدادیابی داره درست میکنه و اون تو قراره که شما برید پول بدید ثبت نام کنید و سه نفر بهتریناش به ترتیب 700 200 و 100 دلار بگیرن حالا از این بگذریم که مود داره هی داره تلنت شو تلنت شو میاد دیگه بابا یه دونه اومد یک سال صبر کنید بعدی دیگه الان توی سال پنج تا دیگه وقتی امضا شو اومد دیگه همینجور همه دارن بابا یه ذره آروم دیگه چقد استعداد مگه هست اکثرا مثلا تو امضا شو بودن یا رپ چالنج هم بود اون تو هم بودن دیگه این همه حجم دیگه هر کی داره تکی تکی تلنت شو میزنه یه ایران مگه نمیدونم چقد مگه رپ کن هست که باید مثلا استعدادش دیده شو این داستان ها واقعا یکم سخت داستانش یعنی فهمش سخته بذارید اون یه مدت ازش بگذره بد بدی حالا اینو گذاشت و ددان اومد و یه واکنشی نشون داد حرفش هم واقعا درست بود چرا چون اومد گفتش که آقا شما اومدید مسابقه گذاشتی میخوای چه میدونم اصلا بیای و هزینه بدی و جایزه بدی و اینا بعد یه لوگوی درست حسابی نداری و لوگوی این برنامه دقیقا لوگوی وانیکس بته که از معروف ترین بت های یعنی سایت های بت دنیاست و دقیقا انگار گرفته اون که وانیکسش رو زوم کرده کات کرده گذاشته که اینم در نوع خودش عجیب بود استوری های با هم میبینیم بچه خیلی با دیدم امروز اینکه یه بنده خوده اومده مسابقه استعدادیابی گذاشته بعد از استعدادم داره پول میگیره که تو مسابقه شرکت کنن بعد اسمی که انتخاب کرده واسه لیول و کمپانیش با لوگوی که داره استفاده میکنه کاملا کپی از یکی از سایت های بزرگ بیت به اسم وانیکسه که حتی لوگوش هم نکرده عوض کنه برای همین هزار دو دارم جایزه گذاشته برای این مسابقه استعداد یابیه من از اینجا یه خواهشی دارم از هر کسی که اول شد توی مسابقه یه لطفی بکنه اون از اون پوله بگذره به در دقیقه یه لوگو واسه کمپانیه بزنن خیلی زشته علی اردمان یه پرسش و پاسخ گذاشته بود تو اینستاگرامش رو در حالی که یکی ازش پرسیده بود که آقا اکتاف و کی تاسیس کرد گفت من و امیر هادی و این یه درگیری ریزیو به وجود آورد پوشن از اوکتا به این استوری واکنش نشون داد و نوشت ایول پس اوکتا و تو امیر هادی تاسیس کردین من گروه زیرزمینی و یادم قبل از ورود خودم و بقیه این بچه ها به اوکتا بس صدا داشت مسموم کردن افکار عمومی هشتگ هاجلی خب ما هیچ اطلاعاتی در دسترس نداریم چرا چون خب اوکتا خیلی مصاحبه نداشتن و اون اولا که اومدن هم قیافه رو زیاد نشون نمیدادن اسمشون زیاد معلوم نبود همین الان بعضی روشون خودشونو رو نشون ندادن و هیچ اطلاعاتی نیست که حالا بعد وایس این مصاحبه یا رو در رو هم بیان حرف بزنن ببینیم داستان چی بوده پارسالی در جواب حرفایی که توی مصاحبهش این چند وقته زده بود علیرضا جیجا که یک با ما بود و درباره به هر حال اینکه تکس نگاهی تو خود پارسانا نوشته و این داستان حرف زد اومد یه استوری گذاشت که با هم میبینیم اینم بگم بی پرده اینجا هست میتونید برید ببینید اگه ندیدید مصاحبه که داشتیم بعد از پخش شدن دبل با علیرضا جی, جی اما پارسالیب تو استوریش نوشت همینطور که در جریان هستید فعلا چیل کردم نه حوصله این کسایی که نان استاپ پشتم زر میزنن دارم نه کسی در حد کارای من تا حالا چیزی داده که بخواد زری بزنه کسی میتونه به من چیزی بگه که حداقل یه موزیک در حد کارای من داشته باشه من به فنای خودم ثابت شدم نیازی به چیزی ندارم هیترای عزیز توی مصاحباتون کمتر راجب من گه بخورید مرسی توی چند روز گذشته سیناسای یه سری استوری گذاشته میگفتش آقا اگه میبینید که سیاپوستا زیاد ویدیو این داستانا میکشن برای اینه که سیاه و سیاهی زیر چششون پیدا نمیشه اما شماها مثلا سفید اینو سیاه میشه از این کارا نکنید من فکر کنم یکم تنز باشه داستانش اما خب ذهنو رو میبرد سمت سپر که به حال تو این داستانا زیاد هست و در جواب به اینم سپرخلسه خلسه یه استوری گذاشت که زود پاک کرد و تو اون استوریش گفتش که رپرایی که سوبرن و کاراشونو سگ گوش نمیده مجبورم بیان توی اینستاگرام در بازی درارن استوریاشونو با هم میبینیم حالا اگه از شما بپرسن که اه... کیا از همه بیشتر گل میکشن شما میگه این رپرای آمریکایی دیگه یعنی این رپرای آمریکایی نشانه گل ای کشیدن ایراده یک سری از رپره ایرانی اینه که کورکورانه از اونا تقلید میکنن اینه که عوضشون نیست رپره آمریکایی سیاپوستن وقتی که گل مصرف کردن زیرچششون که سیاه میشه معلوم نمیشه ولی ایرانی ها پوستشون روشنه وقتی که گل مصرف میکنن زیر سیاه میشه حواستشون نیست میدونی ایران یه سری این ایرانی که سفید پوستن اینه که گل کم میکشن بعد موزیکاشون سوبر میشه سگم گوش نمیده مجبورم بیان فقط تو اینستا خوشمزدگی دارن و نجات پرستی آره داداش این بوده از استوریاشون خب خیلی زود خرسه پاک کرد استوریاشو نمیدونم حالا باید ببینیم درگیری پیش میاد دیس و دیس بکی میشه یا چی یه نکته عجیب رو داشتیم توی دو سه روز گذشته و خب یه آهنگ از سجادی اومد به اسم ترس که توی اون یه تیک صدای رضا پیشرو میاد و داره میگه که آقا ما که دیدیم تر وقت دعوا میشد میگشی دنبال گوشی تو بعد صدای پیشرو میاد که اول اثر منفی بود میگفت الو الو ساما خودتی و این خیلی جالب بود و عجیب دقیق معلوم نیست منظور چی از این فقط برای مثلا جلب توجه گذاشی یا نه مثلا می‌خواسته تیکه رو به رضا پیشرو بندازه که اگه می‌خواسته تیکه رو به رضا پیشو بندازه خیلی عجیب و به هر حال یه حرکت عجیب غریبه نمی‌دونم حالا بعد بره جلوتر ببینیم که چی میشه داستان خودش حرف میزنه در این باره یا نه حالا تو امور پیش همه خالی ببند و بهش میگه پاره بودی هی. اما ما که دیدیم دیگه وقتی شر میشد میگشتید دنبال گوشید الو الو نبودی وقت پویان مختاری امروز یه استوری گذاشت و گفت آقا ما داریم با 69 کار میکنیم و قرار یه آهنگ بدیم اونم توش داره لوری میخونه دو سه خط مشخص نیست آیا این خبر واقعا فیکه یا نه خب دیگه گفتم توی ویدیو قبلی هم. دیگه خیلی راحت میشه با خیلی از آرتیست های اونوری کار کرد با یه مقدار پول ولی من فقط فکر میکردم اینا اومدن موزیک ایران رو بگن بکشنم و نگو میخوان موزیک دنیا رو بگن بکشن آقا ولمون کن ولمون کن حداقل برو یکم روی صدات کار کن برو شعرات کار کن یه حرکتی بزن که اگه فیت جهانی هم میدی کردین مثلا بگیم ایول میدونی مثلا کسی گوش بده بگی ایول این کی بود نه اینکه فقط بیاین های پوله رو علکی بدین با یه تکس مزخرف یه فلو مزخرفتر یه میکس مزخرفتر و یه صدای خشی خیلی مزخرفتر نکنید از این کارا بشینید سر جاتون همون رو بگیرید تبلیغ سایتتون رو بکنید ول کنید ول کنید موزیک ایرانو که دارید بگن میکشید موزیکمون اون برای بگند بگن نکشین دلمون خوش باشه نکنید البته سیکسنان خودشم خیلی خفن اونجوری نیست اما باز نکنید آقا نکنید نکنید این بحث حسودی ها این هم نیست الان بعضی هم میگه آقا ما داریم بینال المللی کار میکنیم اینا بس اینجاست که اصلا شما در سطح موزیک ایران هم نیستید چه برسه مثلا موزیک بین و خب با پول میاد نوش جونتون ها. بریدم انجام بدید ولی نکنید آقا نکنید یه خبر خوبم گفتم بهتون بدم یه موزی که با داریم با 69 میاد بیرون اینشاالله یه چیز با ترش اینه که 69 یه قسمتشو لوری خونده دو بیتو پشماتو میریزه تو هفته گذشته جیدال یه پادکست درست کرد و گذاشت توی یوتیوبش که منم شیر کردم میتونید برید کاملش اونجا ببینید سی دقیقه ویدیو و منم نمیتونم ویدیوشو بذارم اینجا و شاید یه تیکشو بذارم شما میتونید برید اونجا کامل ببینید اما خلاصه‌شو میگم تو بحث حرفش رسید به درگیریش که داشت پیش میومد با سوراب ام جی و گفت آقا اصلا داستانش این بود که اومد یه استوری گذاشت منظورش به ام جی نبود و خب سرطان اومد بعد دید که داره این حرفو میزنه دیسش کرد و منظور جیدال با ام جی که نوشته بود بعضی از آرتिस्टای نسلی که اون کارشون خیلی آبگوشتی شده و خب این داستان پیش اومد بعدن هم اومد گفتش جیدال که آقا من منظورم به تتلو بوده نه به اینا نمیدونم اینا چرا اومدن این کارو کردن و این حرفا و این صحبتو داشت میگرد که آقا شما به ام جی میگفتی آقا شما وضعیت خوب از اول یه سری امکاناتش که بقیه نداشتن سر همین خیلی جا پیشرفت کردی و سر همین به خیلی گیر میدن به تو گیر نمیدن رپرای دیگه دهنشون سرویس شد از ایران اومدن ببینون شما اونجا سر مورد گندت دارین را میرین و این گنگ بود بودن نیست و یه سری توضیحات اینجوری داد و سرطان و نوچه به هر حال خطاب کرد گفتش که اینو فرستادن که منو دیس کنه از این داستانا بس اولی که میمونه تو این داستان سرطان اصلا نه به عنوان استعداد معرفیش کردن نه هیچی و اولا که خب 20 سالی هست از سرطان حالا یه 10 15 سالی حداقل هست و نمیشه کسی اینو به عنوان استعداد معرفی کنه و تمام کارهایی که بازاخار رکورد داشته یا فیتاش با MJ چونی که اومده چه که قراره بیاد پولی بوده و اگر MJ میخواد جی میخواست سرطانو بفرست جلو که دیس کنه مثلا جیدالو دالو خب استوریش میکرد که بقیه هم ببینن اما نکرد این کارو و خب به نظر میاد سرطان اینجا اومده بود از موقعیت استفاده کنه سرطان هم همیشه یه مشکلی رو داشته با عرفان و پایدار اینا اکثر ورساش تیکه ای انداخته و به حال بوده این داستانش دیگه اما در, م... در مورد اون مسئله به اینکه کاری ندارن به MJ حکومتی و اینا هیچ چیزی مشخص نیست اما خب وقتی تو ایران که خب همه چی رو پول میچرخه دیگه شما وقتی شرکت داشته باشی و رستوران و این حرفا به حال یکم پشت پرتر از بقیه است و با پول میشه خیلی کارا کرد و آهنگ سیاسی هم ندادن تا الان به اون شکل پس به نظر میاد که راحت نسبت به بقیه رپرایی که خب سیاسی کار میکنن و این حرفا حالا نمیدونیم دقیق مشخص نیست شاید هم باشه همچین داستانی اما خب بعد تو اون روز سب کنی ببینیم آیا روزی گندش در میاد یا نه اما خب در جواب به صحبت های برحال جیدال که درباره ام جی داشت یه استوری گذاشت و نوشت وقتی میبینی یکی ازت موفق تره سعی نکن تخریبش کنی ازش الگو بردار اینا پنده های اما به جا صحبت های جیدال درباره ام جی در باره MJ یه سری حرف هم زد درباره تطلو و طرفتاره رپ فارسی اول گفتش که آقا یه قده سرطانی تو رپ هست که فکر میکنم دلیل یعنی بزرگترین نقطه ضعف رپ هست و اونم مخاطبای دیکتاتورن که میخوان همه چی تحمیل کنن و نمیتونن نظر کسی رو بشنون که واقعا هم راست میگه آقا یک آرتیست باید بیاد نظرش بقیه درباره بقیه آرتیست‌ها بگه چرا چون اولا دستی تو کار داره دوما که طرفداراش میخوان سوم بعد خط رو مشخص کنه که آقا طرفداراش بدونن چی رو دارن دنبال میکنن پس وقتی هم زیاد ازش میپرسن اون باید بیاد و بگه حالا تو این موضوعی هم که بود اون که نیامد از قصد بگه یه چیزی گفت خیلی ها گفتن آقا سوء تفاهم پیش اومده اینا مجبورش توضیح بده و خب خیلی از ستلیتی ها هم فوش دادن و اینا این کلا خب یه داستان دیگه هم هست اینه که تتلو خب طرفدارش تقریبا از همه بیشتره و این موزل ما تو کل رپ فارسی داریم و وقتی طرفدار یکی بیشتر باشه این موزل توش بیشتر دیده میشه و آقا طرف اگه حال نمیکنه یعنی میاد میگه آقا من با حال نمیکنم چیکارش دارید نظرشه دیگه شما هم بگید آقا من با باد حال نمیکنم فوش خار مادر اینا دادن چیه توی قرن 21 واقعا که مثلا تو گه میخوری از ستالی خوشت نمیاد آقا خوشش نمیاد زور که نیست و اینا رو گفت و گفتش که آقا خیلی ها میان میگن تتلو نردبونه و از نردبون تتل نرو بالا و به نظرم تتلو نردبون نیست که سکوه پرشه و این حرف یه بحثی رو من اینجا باز کنم اگه میبینید خیلی ها میان سو استفاده میکنن از اسم تطلو از قصد یه چیزی به تطلو میگن که دیده شن این تقصیر مخاطبه حالا چرا؟ اینجا بگم جیدال رو نمیگم و جیدال مجبور شد بگم ولی بعضی هستم میان فش میدن دیس میدن فلا میکنن حالا چرا؟ برای اینکه طرف آقا میاد اصلا یه بی احترامی به تطلو میکنه شما میریزید تو پیجش بهش ایمپرشن میدید بهش کامنت میدید این پیجش رو میبرید بالا ویوش میره بالا خب معلومه اونم میاد آقا اگه یکی این کارو میکنه و شما میگید نردمون تتل نریزید تو پیجش این دلیلی که خیلی ها میان میریزن مثلا به تتلی و کسایی که طرف دارن یه تیکه بندازن اینا شمایید که میشه نردبون آقا اون تیکش انداخت ولش کن آنفالوش کن دیگه نمیندازه ولی وقتی میبینه اه کامنت هم رفت والا این پرشن رفت والا میاد این کار رو میکنه پس این تقصیر مخاطبه یه موزیکی رو پخش کرد این هفت امیر تتلی به اسم دل من هوا تو کرده دو که توش یه تیکه میگفت حالا تو باز به روز خوب میاد و خیلی ما آقا این تیکه به هیچ کس دیس به هیچ کس این یه حالت تلمیح طوری توش هست که میره به هر حال ذهن میبره سمت آهنگ یه روز خوب میاد ولی این دیس نیست و خب خیلی های دیگه هم میان میگن با آدم که روز خوب میاد و اینا و این داره اینو میگه و ای داستانی داره و یه تیکه و من تعجب میکنم خیلی از پیجای رپی میان میگن چه میدونم تتلو هنوز به دل داره تتلو داره دیس میکنه اینا این دیس نیست شاید ذهنه ببره اونجا تلمیه داشته باشه و یه چیزی باشه که کم توی شیطنت باشه اما دیس نیست و دیس هم وقتی ما میگیم دیس سرک چون دیدم از می این میگن این دیس سرکه دیس سرک هول محور یک که چند آرتیست و داره از اونها انتقاد میکنه باشون کلکل میکنه قدرت رپشو نشون میده به اونا نه این حالا الان نگید بیا میگم منظورم نیست آهنگ بعده و منظورم اینه که آهنگ خیلی متفاوت خوب بود ولی اون دیس به هیچکس نیست و نمیتونیم بهمون بگیم دیس ترک و یا آهنگی بود یه موضوعی داشت و یه جای تلمیح داره حتی میتونه یعنی تلمیح داشته باشه و خب ذهنمی برای یه جایی اما داستانش دیس نیست خب رسیدیم به بحث تتلو تتلو هم کم حاشیه داشت و خب خدافزی که دوباره اومد اما یه داستان عجیبی که هست فیتش با مونتیگو البته خب عجیب نیست فیت پولی و این حرف اما عجیب سخنای امیر تتلو که اومد توی لایوی که داشت و یوتیوب داشت حالا تتو می‌زد و حرف میزد گفتش که ما با تنها فیت اون توی این آلبوم با مونتیگو و فکر می‌کنم مونتیگو خیلی حق داره به گردن خیلی از آرتیست‌های رپ فارسی و این داستانا که سایت بت اوورد و پول دارشن. این خیلی عجیبه امیر تطلیوی که تا 6 ماه پیش میگفت اینا دزدی اینا فلانن اینا دارن پول میچاپن و اینا مثلا به پویان مختاری فوش میداد به ساش صبحانی فوش میداد و اینا اومده الان اینجوری و میگه که مونتیگو حق داره به گردن همه خیلی عجیبه واقعا نمیدونم چه تو مثلا 5 ماه یکی اینجوری عوض میشه ذهنیتش اما به حال این حرفو زد و باید منتظر فیت امیر تتلو و مونتیگو باشیم این آخر هم یه صحبت بکنم درباره موسا که خیلی دیدم داره گنده میشه حرفاش و هواشیش خب خلصه اومد یه سری حرفا رو زد به موسا و گفتش که ها تو داری فرهنگ ما سو استفاده میکنی و این حرفا و خب یه موجی روی موسا هست به این شکل و از اون بر امیر تطلی اومد ازش حمایت که گفت یه خارجی اومده و به این هم شرکت ما این آوردیم یعنی گندش کردیم اینا اومده داره پروموت میکنه ما رو فرهنگ ما رو نشون میده و تبلیغ میکنه این داستانو و خب میگفتش که چرا میگید این پول در میاره میتونه در میاره این حرفو نزنید ببینید انتقادی که حالا خیلی ها از موسا دارن مهم نیست که داره پول در میاره یا نه حالا بعضی از آهنگاش هم که کپی رایت میخوره و جالب بود که یکی از ایرانی ها کامنت گذاشته بود که آقا تو داری پول در میاری خود موسا اومده بود گفته بود کدوم پول وقتی کپی در صورتی که خیلی تعداد آهنگای کمش کپی رایت خورده و درآمد داره اونم دا یاد گرفته اون فریبی میکنه اما به هر داستان اینجاست ببینید یک شخصی میاد و اینم البته باز بگم تقصیر مخاطباست و نه اون شخص یعنی همونجوری که این این شاخهای مجازی گنده شدن علکی الان موسا گنده شده و آقا موسا خیلی وقت داره میاد به آهنگای خارجی ریاکت میکنه هیچی به هیچی نشه هیچ ویو نشه چرا چون کارش خوب نیست چون پرت داستان و این اگه خوب بود تو اون سرچ خوری که داره آهنگای خارجی اونجا سرچ میخورد و معروف میشد مثلا به آهنگ های امینم که میبینید بعضی از شما ریاکت کرده همون آهنگو شما هر ریاکتیو سرچ کنی خارجی بین 100 تا 1 میلیون ویو خورده یعنی 100 هزار تا 1 میلیون ویو مال این بنده خود 23 هزار تا تایی تا تاییش خورده چرا چون این کاره نیست اما از وقتی اومد تو ایرانی میبینیم همینجور رفته بالا و خیلی از خواننده از این سو استفاده میکنن که چون یه خارجی گفته خوبه پس ما خوبیم و بس اینجاست که آقا یک خارجی که هیچی نمیفهمه از اون زبون البته چجوری میشه شما در روی آهنگ نظر بدی وقتی نمیدونی چی داره میگه چی داره بلغور میکنه میدونی و چه جوری میشه شما بیای راجع مثلا یک خواننده نظر بدی بدونی که بدونی مثلا اون چه کارایی کرده میدونی بدونی که دنبالش کرده باشی مثلا ده سال و فقط بیای این لا هم اینجوری میکنه و بعد کلا اینجوری جی... میدونی این غلطه و آقا بیا دو تا نظر حرفه‌ای بده آهنگو بفهمه و اوکی بعد جالب اینجاست نصف مخاطبایی که ایشونو دنبال میکنن نمیفهمن اون چی میگه یعنی یارو حتی زبان انگلیسی بلد نیست که این موسی چی داره میگه بعد میره گوش میده و مثلا اینا بعد او وقتی اومده توی مثلا رپ ایران داره کار میکنه اینا یو از سه کار رسیده هفتاد کام مثلا اینجا آقا چرا یه خارجی اینجوری که چی حالش نیست و میاید شما پروموت میکنید که گندشه تا یه خواننده ایرانی بمیره اینم یاد بگیره مثل ایرانی ها بیاد سو استفاده کنه به آهنگاش ریاکشن نشون بده و اصلا این عجیب غریبی طرف میاد چه چهه خفن میزنه داره تو دستگاه میخونه سنتی گولاخ میگه حال نکردم چه مزخرفیه بعد اون یکی میاد اصلا نمیدونم بعد اینجوری هم میکنه میدونید این غلطه حالا اینکه شما دارید به این پرابال میدید و اینکه نظرهای اینو میذارید تو اینکه آقا بابا یه خارجیه حالا خارجیه خونشون رنگی تر که نیست خارجی‌ها بی سواد دارن، نفهم دارن، بی شور دارن، کسایی که میخوان سوء استفاده کنن دارن، کسایی که برای پول همه کار میکنن دارن. موسی هم یکی از اونا. حالا نمیخوایم بی احترامی کنیم بهش، ولی شما وقتی ریاکتش می‌بینی هیچ چیز مثبتی توش نیست. ولی خب وقتی ریاکت ایرانی رو می‌بینی آقا این میدونه گذشته چی گذشته تو مصاحبهش فلانی چی گفته، چیکار کرده یارو کریرش چه شکلی بوده و وقتی میاد حتی مثلا دروغ میگه تو آهنگش میفهمه. میدونید؟ پس این که یه کسی خارجیه پس ریاکتاش خفنه پس بریم دنبالش کنیم پس نظر این سنده رو بریزی دور ما ریاکتورهای خفنی داریم حالا نمیدونم ریاکتور میگن ریاکتور بگیم چی بگیم بهشون کسایی که ریاکت میکنن خیلی خفن داریم مثل فرشاد مثل دنی مثل رادیو اکتیف زون مثل برونات مثل خیلی های دیگه که خب حداقلش پشت کار دارن حداقلش بودن توی داستان اگه یکی یه بگه میفهمن و به هر حال سبکای خودشونو دارن من نمیدونم طرفی چی از موزیک اصلا نمیفهمه چی داره میگه میگه اوف چی گفت بابا تو نمیفهم این چی میگه این چه ریاکتیه این چه ریاکتیه اصلا یعنی چی میدونید این از این پس آقا مشکلی نیست که اون داره پول در میاره اون داره از یک مشت مخاطبه که نمیدونن دارن چی کار میکنن سوی استفاده میکنن مثل این شاخهای مجازی مثل دنیا جوانبخت مثل ندایاسی مثل ساشا صبحانی مثل اینها این هم اومده این وسط و داره این کارو میکنه و مقصر این داستان آرتستان که به اینا رو میدن اینا رو علکی میارن بالا چون دارن ازشون تعریف میکنن مقصر اینا مخاطبایان که میرن اینا رو گوش میدن و تولید ایرانی خفن این همه داریم این همه 17 برابر موسی دارن کار میکنن اونا رو دنبال کنید به اونا انرژی بدید اونها بیشتر باعث پیشرفت رپ فارسی و این کامیونیتی یوتیوب میشن

and fucking use it to get YouTube dollars, you're fucking pathetic. If you don't love you, I don't think any Iranian loves your shit. To me, you're whack. خب این بود از رب هواشی این چند وقتی یکم طولانی بود هواشی ها توی روزا خیلی مثلا یه دونه بود دو تا بود و نمیشد رب هواشی درست کرد اندازه نمیشد ویدیو اما خوشبختانه یا متاسفانه این چند وقتی چند تا دیگه اضافه شد و این ریختی شد و ما هم براتون یه رب هواشی کامل و درست با تمام هواشیه این چند وقته گذاشتیم امیدوارم که لذت برده باشید اگه حال کردید یه لایک ما رو مهمون کنید دمتون گرم اگه قبلا ساب کردید نگاه کنید که هنوز ساب باشید من چیزی حدود 50 هزار سابسکرایب گرفتم اما چیزی حدود 45 هزار تاش پاک شده و این به علت اینه که کامنت نمیذارید لایک نمی کنید و یا آی پی به فیلتر شکنتون یکیه هر چند وقتی بار آی پی رو لطفا عوض کنید و وقتی عوض کردید دوباره کامنت بذارید اگه اکانت یوتیوبتون عکس نداره حتما براش عکس بذارید اینا خیلی تاثیر داره که ساب و کامنت و لایکتون اینا نپره و این هم بگم که توی کانال تلگرام خب ما ممکنه رپ اخبار رپی مثلا یه هفته یه بار بشه یا موضوع اونقدر نشه که بیاد توی ویدیو اخبار رپی که یه هفته است شما میتونید عضو کانال تلگرام بشید به روز باشید تمام اخبار اونجا به روز گذاشته میشه تمام هواشی گذاشته میشه استوریا همه شیر میشه و همچنین آهنگا از منبع اصلی که خود خواننده میگه برای شما گذاشته میشه یکی بگه از اسپاتیفای گوش کنید ما رو براتون میذاریم راحت میذارید و میذارید و این میرید گوش بدید یکی بگه ساند کلاد ساند کلاد یکی بگه آقا سایت خودم سایت خودش یکی از تلگرام بذاره ازش اجازه میگیریم فوردوارد میشه از کانال تلگرامش توی کانال ما بس خیالتون راحت اگه بیاید توی کانال تلگرام ما موزیکا رو از همون منبع گوش میدید که آرتیست میخواد و هیچ جای مثلا دزدی هنری و اینا هم اتفاق نمیفته لینک های خرید آهنگ ها اینا همه هست با سرچ توی کانال میتونید پیدا کنید و ببینید و از هر که خواستید حمایت کنید و این داستان ها درباره کانال دو هم بهتون گفتم برسه هزار تا قرکشی خفن داریم برسونید و حالا بقیه چیز هم بهتون میگم اونجا رسید هزار تا ویدیوش میاد و متوجه میشید دمتون گرم که تو این لحظه ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم حالتون همچی توپ خوب عالی و بم باشه تا ویدیو بعدی سی